سرخط خبرها. گره کور مهار کرونا در ایران، از پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها تا نگرانی از برگزاری کنکور و مراسم مذهبی. فروش یک محموله دارویی به ایران از طریق کانال معاملات بشردوستانه. سوئیس میگوید مبادلات بیشتری در راه است. حدود 3500 قربانی جنگ افغانستان در 6 ماه گذشته. سازمان ملل میگوید 40%شان زنان و کودکان بودند. و افزایش چشمگیر تولید تریاک در افغانستان با استفاده از انرژی خورشیدی. سلام و صبح بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ایران وزارت بهداشت اعلام کرده که در شبانه روز گذشته بیش از 2400 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده و 212 نفر هم جانشون را از دست دادن. با نگرانی از شدت گرفتن شیوع کرونا، امروز قرار است درباره زمان برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها هم تصمیماتی گرفته شود. در همین حال مقام‌های مذهبی و بهداشتی می‌گویند در حال تهیه و تدوین متنی هستند که محدودیت‌ها و چگونگی برپایی عزاداری ماه محرم را مشخص می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش اردلان. عراکی‌ها به سوی عزیزانی نشستند که قربانی کرونا شدند. اما این اندوه برای خیلی از داغداران به معنای پیشگیری از مصیبت‌های بیشتر نیست. سیل داغداران به آرامستان عراق بیشتر هم شده. وضعیت در پارک‌های عراق هم چندان بهتر نیست. بیشتر استان‌های ایران یا در وضعیت قرمز هستند یا در وضعیت هشدار. ظرفیت بیمارستان‌ها رفته رفته دیگر جوابگو نیست. سلام خدمت. این ویدیویی است که یک شهروند از تهران برای بی بی سی فرستاده. باید به خدمتتون عرض کنم که من بیمارستان مسیح دانشوری هم. متاسفانه اینجا نه تخت معمولی هست، نه تخت آی سی یو. کیت هم واسه تست کرونا به هیچ عنوان ندارم. یه چند تا کانکس اینجا گذاشتم. اون طرف هم یه سری بیمارایی هستن که برای بستری تو نوبت هم. بستری تو اتاق معمولی، نه آی سی یو. در دیگر نقاط کشور که وضعیت قرمز است، اوضاع بهتر نیست. وضع بیمارستان‌های اردبیل مشتی است نمونه خروار. بیمارستان امام دیگه بیشتر از این اجازه نمیده که مریض کووید 19 بستری بشه. به ناچار در بیمارستان امام رضا و در بیمارستان سبلان هم داریم مریض بستری می‌کنیم. هرچی شما بیمارتون زیاد بشه، درصد ثابتی از اینها هم که فوت کنن، میزان مرگ و میر عددش میره بالا. در این وضعیت هیچ چیز نمی‌تواند مثل سابق باشد. از طرح ترافیک گرفته تا عید قربان و محرم و کنکور، وزارت بهداشت به ادامه طرح ترافیک اصرار دارد. تا آنجا که به کنکور مربوط می شود، امروز قرار است تکلیف تا حدی روشن شود. کمیسیون های تخصصی مجلس در این باره با حضور مسئولان جلسه تشکیل می دهند. از یک طرف برپایی آزمون های تحصیلی می تواند به شیوع ویروس کرونا کمک کند. از طرف دیگر اگر آزمونی هم برگزار نشود، برای سال تحصیلی آینده هیچ دانشجویی وجود نخواهد داشت. تصمیم دشواری است. و اما محرم، با اینکه دولت گفته است محرم همه جا برگزار خواهد شد ولو با رعایت پروتکل‌های ایمنی، اما صداهایی در داخل که می‌خواهند کلاً امسال عزاداری‌ها لغو شوند بلندتر شنیده می‌شود. نهادهای مذهبی حکومتی مأمور شدند تا با همکاری وزارت بهداشت آیین‌نامه‌ای برای نحوه برگزاری امن عزاداری‌ها تهیه کنند، اگر اصلا عزاداری‌های امن ممکن باشد. فعلا عزاداری‌های شخصی و بدون پروتکل به هر حال جریان دارد. سیاوش اردلان، بی بی سی. وزارت صحت افغانستان میگوید در شبانه روز گذشته 106 مبتلای جدید به کرونا شناسایی شدند و 10 نفر از مبتلایان جانشان را از دست دادند. با این حساب آمار رسمی مبتلایان به کرونا به حدود 36300 نفر و شمار جانباختگان به حدود 1270 نفر رسیده.
تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ایران در روزهای اخیر ماکت یک ناو هواپیمابر آمریکایی را به آب‌های تنگه هرمز برده. چه این ماکتی حدود 6 سال پیش هم در یک رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسداران به عنوان هدف مورد استفاده قرار گرفت. آن اقدام در دوران تنش در روابط ایران و آمریکا قبل از توافق هسته‌ای به عنوان پیامی به نیروهای آمریکایی در منطقه تعبیر شد. در ماه‌های گذشته هم تنش میان دو کشور بیشتر شده. سوئیس از فروش یک محموله داروی سرطان به ایران با استفاده از کانال مالی مورد تایید آمریکا خبر داده. کانال تجاری بشردوستانه سوئیس حدود 6 ماه پیش برای انتقال دارو و مواد غذایی ضروری به ایران بدون محدودیت‌های مربوط به تحریم‌های آمریکا به راه افتاد. وزارت اقتصاد سوئیس تاکید کرده که این کانال بشردوستانه توسعه می‌یابد و تعداد شرکت‌هایی که برای معامله با ایران تایید شدند رو به افزایش است. خبرنگار ما بهرنگ تاجدین اینجا در استودیو با من هست. بهرنگ، تو خبر رو دنبال کردی، کمی اول بهمون بگو که این در واقع کانال چه میکنه و مشکلاتی که باهاش مواجه هست چه؟ ببین، این سازوکار تجارت بشردوستانه سوئیس در واقعش همون چیزیه که 6 ماه پیش اعلام شد. سفیر سوئیس در تهران اومد یه نشست خبری هم راه انداخت، یه سری جعبه های دارویی رو گذاشت روی میز، گفتش اینا داروهاییه که از طریق این سازوکار وارد ایران شده و اون موقع به صورت آزمایشی بود، الان به صورت مثل اینکه دائمی شده. گفته شده 50 شرکت میخوان از این راه در واقع به ایران صادرات انجام بدن، بعضیاشون هم تایید شدن. مسئله اساسی اینه که همون موقع بیانیه‌ای که سوئیس داد گفت که دلیلش اینه که با وجود اینکه تحریم‌های آمریکا اومده در واقع مواد غذایی و دارویی رو مستثنا کرده، این اقلام بشردوستانه رو مستثنا کرده، در عمل خیلی از بانک‌ها و مؤسسات مالی حاضر نیستن تراکنش‌های مربوط به ایران رو انجام بدن و به همین خاطر شرکت‌های سوئیسی تولید کننده این جور محصولات مثل شرکت‌های داروسازی نمیتونن به ایران صادرات انجام بدن. به همین خاطر سوئیس اومد این کانال رو راه اندازی کرد، که البته خب قضیه فقط تحریم‌های آمریکا هم نیست، رفتن ایران به لیست سیاه FATF هم باعث شده خیلی از بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی رغبتی به در واقع کمک به تجارت خارجی ایران نداشته باشه. یک ترانزکشن 6 ماه طول کشیده عملا تا اینکه به نتیجه برسه و حالا داریم میبینیم که اون کامل شده. چه روندی رو برای خرید هر کدوم از این اقلام باید طی بکنن؟ یعنی مثلا از زمان سفارش تا زمانی که به دست مصرف کننده برسه. ببین، همه جزئیات مربوط به این داستان منتشر نشده. چیزی که ما میدونیم اینه که ایران، وزارت خارجه ایران در همون روزها و هفته‌های بعد از اعلام شروع آزمایشی شکایت کرده بود که سوئیس اجازه نمیده که ایران از همه دارایی‌های احتمالاً بلوکه شدهش برای واردات از این کانال استفاده کنه. ولی مسئله مهمتر اینه که همون موقع سوئیسی‌ها گفتن که تمام اطلاعات مربوط به هر معامله‌ای که بخواد از طریق این کانال انجام بشه، تمام این اطلاعات رو وزارت اقتصاد سوئیس راستی آزمایی می‌کنه و در نهایت تمام این اطلاعات رو در اختیار وزارت دارایی آمریکا هم قرار میده. در واقع هر جور تراکنشی، هر جور معامله‌ای که از طریق این کانال انجام بشه زیر نظر مستقیم آمریکاست. ممنونم ازت بهرنگ تاجینی، همکارم اینجا در استودیو. کرونا همچنان در سراسر جهان قربانی میگیره. آمار رسمی کل مبتلایان در جهان حالا به بیش از 16 میلیون نفر رسیده. با افزایش ابتلا به بیماری کووید 19 در برزیل، مکزیک، پرو، کولومبیا و آرژانتین، تعداد مبتلایان در آمریکای لاتین از آمریکای شمالی بیشتر شده. در بعضی از کشورهای اروپایی هم که طی هفته‌های اخیر شاهد کاهش موارد ابتلا بودند، محدودیت‌ها لغو شده. اما در بعضی از همین کشورها از جمله اسپانیا و بریتانیا موارد ابتلای جدید موجب نگرانی مردم و مسئولان شده. مهدی بگی گذاشت. همه را خانه نشین کرده، اما خودش همچنان در سفر است. به نظر گردش در قاره آمریکا را از باقی مناطق جهان بیشتر دوست دارد. طبق آمارهای رسمی، مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب از 4,300,000 نفر فراتر رفته و از آمار مجموع مبتلایان در آمریکا و کانادا بیشتر شده. کشورهایی که با وجود ورود دیرهنگام این ویروس به آنها به خاطر آماده نبودن غافلگیر شدند، از جمله برزیل. کرونا در هفته‌های اخیر بیشتر در خانه‌های سالمندان قربانی گرفته.
در ساو پائولو مغازه‌دارها کلافه شدند. نمی‌دانند مغازه‌شان را ببندند یا باز کنند. در دو هفته اخیر دوبار مجبور به تعطیلی شدند. در آمریکا هم وضع تغییر زیادی نکرده، به خصوص در نیویورک و واشنگتن. در اروپا تا به حال بیش از 3,200,000 نفر مبتلا به کرونا شناسایی شدند. در اسپانیا با وجود بالا رفتن تعداد ابتلا، دولت همچنان اصرار می‌کند که این کشور برای گردشگران امن است. با وجود این، نروژ برای مسافرانی که از اسپانیا برمیگردند، قرنطینه‌ای 10 روزه در نظر گرفته. بریتانیا هم 2 روز پیش اعلام کرد که کسانی که از اسپانیا می‌آیند، باید 2 هفته در قرنطینه بمانند. در لبنان مقام‌ها برای جلوگیری از شیوع کرونا درخواست 2 هفته قرنطینه کردند. در آسیا هم اوضاع خوب نیست. به خصوص هند که به خاطر فشار بیش از حد به سیستم درمانی آسیب زیادی دیده. در بعضی از بیمارستان‌ها خدمه کافی وجود ندارد. این زن در این بیمارستان در ایالت بیهار در شرق هند اتاق به اتاق می‌رود و درخواست کمک می‌کند. اما کسی نیست که به دادش برسد. این مرد میگوید به خاطر کرونا او را به بخش مراقبت‌های ویژه برده بودند و آنجا بیش از 36 ساعت با جنازه‌های اطرافش تنها بوده. هنگ کنگ با افزایش شمار مبتلایان سخت‌ترین محدودیت‌ها را وضع کرده. غذا خوردن در رستوران‌ها ممنوع شده و بیش از 2 نفر از 2 خانواده مختلف اجازه ملاقات ندارند. در ویتنام به دنبال اعلام نتیجه مثبت آزمایش کرونای 3 نفر، دولت اعلام کرد 80,000 نفر را که اغلب گردشگران داخلی هستند از مراکز گردشگری در دانانگ تخلیه می کند. مهدی بیگی، بی بی سی. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی دوباره بکنیم به مهمترین عناوین خبری روز. در پی تشدید شدت گرفتن شیوع کرونا در ایران، مقام‌ها درباره زمان برگزاری کنکور سراسری و شیوه برگزاری مراسم مذهبی تصمیم می‌گیرند. سوئیس می‌گوید یک محموله داروی سرطان از طریق کانال معاملات بشردوستانه به ایران ارسال شد. در ادامه این برنامه، افزایش چشمگیر تولید تریاک در افغانستان با استفاده از انرژی خورشیدی. معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته در حالی که آمار و ارقام تلفات افراد غیر نظامی در 6 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 13% را نشان می‌دهد، جنگ افغانستان همچنان به عنوان یکی از مرگبارترین جنگ‌های جهان برای غیر نظامیان است. بر اساس این گزارش در 6 ماه گذشته حدود 3500 نفر قربانی جنگ شدند. بیش از 40% آنها زن و کودک هستند. یوناما از طرف‌های درگیر خواسته حفاظت از افراد غیر نظامی را در اولویت قرار بدن و گفتگوها را هر چه زودتر آغاز کنند. از همکارم نسرین نوا در کابل پرسیدم چرا در حالی که میگویند تلفات غیر نظامیان کمتر شده، آمار تلفات همچنان اینقدر بالاست؟ در واقع این کاهش آمار به معنی این نیست که جنگ و درگیری در افغانستان کلاً کم شده باشه، خصوصا بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان، و فقط دلیل این کاهش آمار نسبت به همین مقطع زمانی در سال گذشته به این دلیل هست که کلاً درگیری ها و عملیات نیروهای نظامی بین المللی و گروه داعش در افغانستان کمتر شده. در این گزارش آمده که هنوز هم بیشترین مسئولیت تلفات افراد غیر نظامی برمیگرده به مخالفان مسلح دولت، رقمی که 58% در این گزارش ذکر شده. از این میان 43% مسئولیت میرسه به گروه طالبان، که در این گزارش آمده که در 6 ماه گذشته طالبان عامل 1473 تلفات غیر نظامیان بودند و میشه گفت تقریبا آماریه که 1/3 مجموع تلفات را در 6 ماه گذشته نشان میده. نسرین نوا بود. اما کمال حسن رمضان، زندانی کرد سوری در ایران که در معرض اعدام قرار گرفته بود، آزاد شد. او 6 سال در زندان مرکزی ارومیه حبس بود و چندین بار تا پای
چوبه دار آقای رمضان به اتهام عضویت در پکاکا زندانی بود، اما حدود 4 سال پیش اداره اطلاعات ارومیه گفت او همان کمال سور است، شخصی که عضو سازمان پژاک بود و غیاباً به اعدام محکوم شده بود. در پی اعتراض وکیل آقای رمضان و همچنین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه، در نهایت دادگاه انقلاب و دادستان ارومیه هم پذیرفتند که هویت کمال حسن رمضان با شخص دیگر اشتباه گرفته شده. محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری که وکالت کمال حسن رمضان رو بر عهده داره، داشت البته از تهران با ما هست. آقای نیکبخت، به نظر میسه که شما موفق شدید در نهایت قانع بکنید مقام‌های امنیتی رو که این فرد اون شخصی نیست که اونها دنبالش هستن. چطور این روند انجام شد؟ در واقع من پیروز نشدم، قانون پیروز شد. متاسفانه این مسئله کمال حسن رمضان بیشتر از 5 سال است که در دادسرای عمومیه و همچنین دادگاه انقلاب اونجا مطرح بوده و علاوه بر این که کمال حسن رمضان رو دارای مشخصات و هویت جداگانه ای از کمال سور بود و از طرف دیگر در زمان انفجاری که به اون منتسب شده نام برده فقط 16 سال داشته و اساسا در خاک ایران نبوده، اداره اطلاعات آذربایجان غربی اصرار داشت که این کمال حسن رمضان سور رو همان کمال سور یا کمال سوره می باشد. با این حال چون کمال حسن رمضان سورو توسط مأمورین سپاه پاسداران انقلاب در منطقه مرزی ارومیه دستگیر شده بود و در آغاز تمام اطلاعات لازم را در مورد ایشون داشتند، با اعتراض ما وکلای کمال حسن رمضان و همچنین تشکیک و تردید دادگاه انقلاب ارومیه، پرونده مجدداً در اختیار این دو نهاد اطلاعاتی قرار گرفت و من اینجا برای هر کار خوبی لازم می‌دارم که تشکر بکنم. خوشبختانه مسئولین اداره اطلاعات سپاه پاسداران ارومیه با دقت و مشتاقی کامل کاملاً توضیح دادن که کمال حسن رمضان سورو هویت جداگانه‌ای از کمال سور دارد و دادگاه انقلاب ارومیه نیز همین مسئله را پذیرفت. آیا شما شاهد موارد مشابه هم بودید که اختلاف نظری بر سر هویت افراد بین مثلا وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه پیش آمده باشه و پرونده این چنینی شکل گرفته باشه؟ بله، من همین اکنون یا حالا یک پرونده دیگری در شهر سنندج داریم به نام سامان کریمی. این توسط یکی از نهادها گرفته شده و برای ایشون حکم اعدام صادر شده بود با اون اطلاعاتی که در اون نهاد داده بود. من حاضر موقعی که من در مرحله فرجامی وکالت ایشون رو به عهده گرفتم و همراه وکیل دیگری که قبلا به صورت وکیل به اصطلاح تسخیری برای ایشون کار میکرد اعتراض کردیم به این مسئله و خوشحال هستم که پرونده ایشون وقتی رفت دادگاه لیبان عالی کشور هم این موضوع را پذیرفت و به علت نقض تحقیقات لازم که باعث بشه که این اطلاعاتی که از ایشون گرفته شده تکمیل بشه یا درست سر بیاد اون را نقض کرده. این پرونده این شخص و همچنین پرونده های دیگری هم بوده که این تشابه اسمی متاسفانه باعث شرایط ناگواری میشه و خوشبختانه حداقل در مورد کمال حسن رمضان سورو که من خوشحالم نجات پیدا کرده. ممنون از شما آقای نیکبخت. محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری با ما. اما اجازه بدید همینجا یک خبر فوری رو که دقایقی پیش به دستمون رسیده شما رو در جریانش قرار بدم. گزارش‌ها از اسرائیل و لبنان حاکی است که گروه حزب الله تلاش کرده در مرز دو کشور عملیاتی علیه ارتش اسرائیل انجام بده. گزارش‌های تایید نشده میگن که نیروهای حزب الله لبنان یک موشک رو به سمت یک تانک اسرائیلی شلیک کردن در مرز اسرائیل و لبنان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این رویداد رو حادثه جدی توصیف کرده و ارتش اسرائیل هم به شهروندان این کشور که در نزدیکی مرز زندگی میکنن از اونها خواسته که در خانه هاشون بمونن. تنش‌ها هم همونطور که میدونید در چند هفته گذشته بالا گرفته و گزارش شده بود که یکی از اعضای حزب الله لبنان در سوریه هفته گذشته ظاهرا حداقل توسط نیروهای اسرائیلی کشته شده. حزب الله هم همون زمان تهدید به تلافی کرده بود. حالا گزارش‌ها حاکی از این هست که
درگیری هایی در همون منطقه رخ داده و عملا گفته شده که گروه حزب الله تلاش کرده در مرز دو کشور عملیاتی رو انجام بده و نیروهای حزب الله بر اساس گزارش هایی که تا اینجا داریم یک موشک رو به سمت یک تانک اسرائیلی شلیک کرده. کنسولگری آمریکا در شهر چنگدو چین رسما بسته شد. رسانه دولتی چین ساعتی پیش تصاویر پایین آوردن پرچم آمریکا در این کنسولگری رو پخش کرد. دولت چین به تلافی بسته شدن کنسولگریش در شهر هیوستن آمریکا 72 ساعت به دیپلمات‌های آمریکایی فرصت داده بود تا کنسولگری خودشون رو در چنگدو تخلیه بکنند. بهمن کلباسی همکارم از نیویورک با ما هست. بهمن، کمی از جزئیات این مسئله به ما بگو، چه شد که کار به اینجا رسید و چقدر ممکنه تنش‌ها بیشتر بشه؟ تلافی اون بسته شدن کنسولگری چین در تگزاس، در ایالت تگزاس شهر هیوستن، قابل انتظار بود. اینکه به این سرعت انجام بشه هم نشون میده که چینی‌ها قصد دارن به آمریکا نشون بدن که هر کنشی واکنشی خواهد داشت. البته میدونیم اتهامی که مقام‌های آمریکایی به دیپلمات‌های چین اینجا در آمریکا زدن این بود که جاسوسی می‌کردن در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و اموال معنوی آمریکا رو به سرقت می‌بردن، ولی اینها به نظر میاد بیشتر در حاشیه است و اصل موضوع اختلافاتی است که در ماه‌های گذشته مخصوصاً بعد از شیوع کرونا در آمریکا خیلی افزایش پیدا کرده و در داخل آمریکا هم به نظر میاد استراتژی دولت آقای ترامپ این است که با افزایش تنش با چین و انداختن تقصیر این ماجرا به گردن چین، یعنی شیوع کرونا، یه مقداری از انتقادهایی که در داخل وجود داره نسبت به عملکردش رو بکاهه. ولی خب میدونیم نقاط برخورد جاهای دیگه هم هست، هم در دعوای تجاری، هم در مورد آنچه که در هنگ کنگ و اقلیت مسلمان میگذره و تحریمایی که آمریکا علیه مقامات چین وضع کردن. بعد یک شهروند سنگاپوری اینجا پذیرفت که برای چین جاسوسی میکرده. همه این مجموعه در واقع داره کمک میکنه به این که اختلافات اینطور علنی و مخصوصا منجر به برخوردهای دیپلماتیک بشه. البته آمریکا 4 تا مرکز دیپلماتیک دیگه، کنسولگری دیگه در چین داره غیر از سفارتش در پکن و همچنین هنگ کنگ، ولی به هر حال نشون دیگه یک گام طرفین نزدیکتر شدن به این که روابط از حتی از گذشته هم تنشش افزایش پیدا کنه. ولی مشخص نیست که چقدر مخصوصا دولت چین علاقمند باشه که از این فراتر بره. اون چیزی که به نظر میاد داره دیکته میکنه که این مسیر پرتنشتر بشه بیشتر اصرار وزیر خارجه آمریکا و دولت آقای ترامپ به انتقاد شدید از چین و تحریم کردنشون هست و همین احتمال که فکر میکنن در 100 روزی که با انتخابات ریاست جمهوری فاصله وجود داره، این میتونه کمکشون بکنه در تبلیغات که بگوین ما در برابر چین سختگیرانه‌تر برخورد میکنیم در مقایسه با رقیب دموکرات آقای ترامپ، آقای جو بایدن. در نتیجه به نظر میاد مصرف داخلیش بخش عمده‌ای از سبب این افزایش تنش هست. ممنون ازت بهمن. بهمن کلباسی همکارم از نیویورک با ما. تحقیقاتی تازه در افغانستان نشون داده کشاورزان در این کشور برای کشت خشخاش در 5 سال گذشته به استفاده از انرژی خورشیدی روی آوردن. این روند تولید تریاک رو به شکل چشمگیری بالا برده. تصاویر ماهواره‌ای هم نشون میده تقریبا تمام مزارع در جنوب افغانستان از پنل‌های خورشیدی استفاده می‌کنند. جاستین رولت گزارش میده. یک تاجر ما را به دیدار ویدیویی از مغازه‌اش می‌برد. میگوید پمپ‌های آب مختلفی دارد. او پمپ‌هایی را می‌فروشد که خشخاشکاران برای آبیاری مزارعشان استفاده می‌کنند. شاید از انتخابشان برای تأمین انرژی شگفت‌زده شوید، چون این کشاورزان برای تولید خشخاش از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنند. هر کدام از این بسته‌های بزرگ حاوی صدها پنل خورشیدی است. هزاران تای آنها در بازار به فروش می‌رسند. تغییر از گازوئیل به انرژی خورشیدی در مزارع خشخاش افغانستان خیلی سریع بوده. کشاورزها سال 2014 باهاش آشنا شدن. سال 2017 شاهد رشد بی سابقه کشت خشخاش بودیم. در عرض 3 سال به طرز فوق‌العاده‌ای زیاد شد.
چند سال پیش اینجا بیابان بود. به کمک انرژی خورشیدی حالا یک عالمه آب برای آبیاری محصولات وجود دارد. اینجا در بریتانیا این شرکت در تحلیل عکس‌های ماهواره‌ای تبحر دارد. دیوید بریتون مسئول این شرکت میگوید تقریبا تمام مزارع خشخاش در جنوب افغانستان مجموعی از پنل‌های خورشیدی دارند. تأثیر آن بر تولید تریاک فوق‌العاده بوده. دره هلمند مرکز اصلی کشت خشخاش در افغانستان است. فقط ببینید که مزارع چطور در دل بیابان گسترده شدند. سبز بودن نشانه مرغوبیت محصول است. در عرض 5 سال این مزارع 2 برابر شدند و همچنان بیشتر می شوند. آمار سازمان ملل نشان می دهد که تولید تریاک در افغانستان به شدت افزایش پیدا کرده. در سال 2012 تولید تریاک 3700 تن بود، اما در سال 2017 به 9000 تن رسید. بیشترین میزان تولید تریاک در تاریخ افغانستان. پاییز پارسال پلیس بریتانیا 1300 کیلوگرم هروئین به ارزش 150 میلیون دلار را ضبط کرد. بزرگترین میزان هروئین ضبط شده در این کشور. اما هروئین همچنان در خیابان‌های بریتانیا به فروش می‌رسد. دیو هایم سابقا معتاد بود، اما حالا شبکه‌ای از مراکز درمان معتادان را در شمال غربی بریتانیا مدیریت می‌کند. دسترسی به هروئین آسان‌تر شده، چون در چند سال گذشته خوشسالی ندیدم. زمانی که من مصرف می‌کردم خوشسالی بود. آخرین موج افزایش مصرف هروئین در بریتانیا دهه 1980 بود. بیکاری زیاد و هروئین ارزان افغانستان به بازار رونق داده بود. دیو هایم و همکارانش نگرانند که به کمک انرژی خورشیدی و کرونا به زودی ممکن است وضعیت مشابهی در بریتانیا پیش بیاید. بالا رفتن مصرف هروئین افزایش جرائم را هم در پی خواهد داشت. جاستین رولت، BBC نیوز. خواب از تو در گریز و تو از خواب در گریز. این بخشی از قصه عشقی که علیرضا قربانی، خواننده صاحب نام ایرانی، و قیصر نظامی، خواننده شناخته شده اهل کشمیر هند، هم نوا با هم در قطعه به نام نازنینه روایت کردن. بخشی از اون رو هم بشنوید. خواب از تو در گریز و تو از خواب در گریز، با خویشتن به خلوت دل میکنی ستیز. خواب از تو در گریز و تو از خواب در گریز، با خویشتن به خلوت دل میکنی ستیز. دست با چویت را بدنه مشک مادر چوی هنی خنه، سین صاف چون گچو اینه یارم یانه، سید صاف چون گچو اینه یارم یانه. امشب برنامه شصت دقیقه را از دست ندید، چون در این برنامه به این آهنگ بیشتر میپردازیم. برنامه شصت دقیقه ما 10 شب به وقت تهران پخش میشه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.